یک سال یک نگاه، 19 دی ماه، ایرج جنتی عطایی. ایرج جنتی عطایی در 19 دی ماه سال 1325 در شهر مشهد متولد شد. او فارغ التحصیل رشته تئاتر از مدرسه هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران و دانش آموخته جامعه شناسی هنر از کالج چلسی است. ترانه سرایی را در نوجوانی اوایل دهه 40 خورشیدی آغاز کرد. اولین کاری که به طور رسمی از او پخش شد ترانه‌ای بود به اسم شکوه که بر روی ملودی از سلیمان اکبری نوشته بود و از برنامه شما و رادیو پخش شد. بعدتر به صورت تیمی کاری با یکی از درخشانترین آهنگسازان موسیقی پاپ ایران پرویز مقصدی را آغاز کرد. در این دوران ترانه های بسیاری را بر مبنای ملودی های مقصدی آفرید. ترانه گل سرخ که ویگن اجرایش کرد یکی از مشهورترین ترانه های این دوران است. در سال 1352 او به همراه دوست قدیمیش بابک بیات با احساسی که از رویداد سیاه کل گرفت ترانه جنگل را با صدای داریوش اقبالی منتشر کرد. این ترانه در کنار ترانه های بنبست و خونه ساواک را متوجه او کرد که به دستگیری او و داریوش در سال 1353 منتهی شد. سرانجام در آذر ماه سال 1357 مجبور به ترک میهن شد و از آن پس در تبعیدی طولانی زندگی می کند. از ایرج جنتی عطایی، شهیار غنبری و اردلان سرفراز به عنوان آغازگران موج نو ترانه ایران یاد می شود. ضیافت‌های عاشق را خوشا بخشش، خوشا عیسی. خوشا پیدا شدن در عشق، برای گم شدن دریا. چه دریایی میان ماست، خوشا دیدار ما در خواب. چه امیدی به این ساحل، خوشا فریاد زیر آب. خوشا عشق و خوشا خون جگر خوردن، خوشا مردن، خوشا از عاشقی مردن. اگر خوابم، اگر بیدار، اگر مستم، اگر هوشیار، مرا یارای بودن نیست، تو یاری کن مرا ای یار. تو ای خاتون خواب من، من تن خسته را دریاب. مرا همخانه کن تا صبح، نوازش کن مرا تا خواب. همیشه خواب تو دیدن دلیل بودن من بود، چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود. نه از دور و نه از نزدیک، تو از خواب آمدی ای عشق. خوشا خودسوزی عاشق، مرا آتش زدی ای عشق.